بسیاری از ماها مشکل اصلی ما آیا است که ما خود را نشناختیم، نه از آغازمون با خبری، نه از انجاممون با خبری، لذا خوابمون برده و ما خوابالود زندگی میکنیم. در بسیاری از آیات قرآن کریم ذات اقدس اله وقتی کفر کافران را نقل میکند، نفاق منافقان را نقل میکند، دسیسه بداندیشان نفاقی را ذکر میکند، میگد اینا خودشون را نشناختند. با یه بیان دلسوزانه میفرماید اینا خودشون را نشناختند، نمیدونن چی هست. چند جا که در اینا نمیدونن چی کار میکنن، گاهی در اون بخش پایانی فرمود لا یعلمون، گاهی دارد لا یشعرون، گاهی دارد لا یفقهون، فرمود الا انهم هم السفها ولکن لا یعلمون. اینا سفیهن ولی نمیدونن که سفیهان حرف میزنن. خب در درون ما کی هست، چی هست که ما از او بیخبریم؟ به ما گفتن در درون شما یه هویت اصلی هست که هویت اصلی شما همان است. یه روکشی دارید که ابزار کار شماست، یعنی شما یه بدنی دارید که همه تون احساس میکنید، یه نیروی نباتی درش هست، یه نیروی حیوانی درش هست که غذا میخورید، میآشامید، لذت میبرید، میخوابید، سخن میگویید، کار میکنید، اینا حیات حیوانی شماست. این حیات را حیوانات هم دارن. اینا فرمود روکش شماست، اینا شما نیستی، اینا ابزار کار شماست. خدای سبحان این حیات گیاهی رو به شما داد، این حیات حیوانی رو به شما داد تا تلاش کوشش کنید، تغذیتون رو تأمین کنید، تولید مثل کنید و مانند هم. اون شناسنامه اصلی شما اونی که در درون درون شماست، شما او رو باید کند و کاف کنید. شناسنامه تون تو دستتون نیست، در درون جان شماست. انبیا آمدن کندوکاف کردن برابر این خطبه نهج البلاغه و یثیر لهم دفائن العقول، این دفینه ها، این گنجینه ها را باز کردن، هویت اصلی انسان را به انسان نشون دادن، گفتن شما اینی. مثل یک زمین شناس ماهر که این گنج ها که در درون زمین نهفته است او رو زمین شناسی میکند، کندوکاو میکند، گنجها رو استخراج میکند، بلد این کارهای گرانبهاشون. انبیا معدن شناسهای اصلی ما هستند، کندوکاو کردن درون ما رو نشون دادن، گفتن این که ابدی این است، این که برای همیشه میماند این است، این که خدای سبحان فرمود من آسمان و زمین را مسخر شما قرار دادم این. اگر ما در بازار جهان خود را به آفتاب بفروشیم ضرر کردیم، خود را به ماه بفروشیم ضرر کردیم، خود را به این راه شیری بفروشیم ضرر کردیم، از ما گرانتر احدی نیست، چون ابدیت مال ماست و ذات اقدس اله اون بهشت را برای ما فراهم کرده است. هر چه انسان بخواهد در اون بهشت است. گاهی انسان فقیرانه زندگی میکند، در درونش هویت و معدن فرشته خویی است، این اغراض و غرایز رفته روی اون هویت اصلی را بار گرفته. ما از فرشته اگر بالاتر نباشیم یقینا کمتر نیست. وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تایید دستان آورده، بسیاری از مردم فهمیدن. بعد از رحلت اون حضرت دوباره افراد رو خواستن برگردنن به اون جاهلیت، حسین ابن علی قیام کرد و قیامش موفقیت آمیز بود. از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه سوال کردن در این جریان و نهضت و قیام و مقاومت کی پیروز شد؟ فرمود ما، با اینکه حضرت با زنجیر وارد شام کردن، خود ما پیروز شدیم، ما رفتیم مکتب رو زنده کردیم، انسانیت انسان رو بهش نشون دادیم، اون هویت اصلی رو به اون نشون دادیم، کندوکاو کردیم، این معدن را ارائه کردیم، خیلی ها فهمیدن و دین زنده شد.
تمام هویت ما به وسیله حسین ابن علی سلام الله علیه بعد از اون جریان رحلت رسول گرامی علیه و آله و سلم روشن شد.